به اصطلاح انتصاباتی که دوستانمون تاکید میکنن نمایش انتخابات رژیم. بله، یکی از ویژگی ها که در واقع میخواستم عرض کنم خدمتتون همین بود که در حقیقت قیام آبان 98، هرچند که خامنه ای با کشتار 1500 و بلکه بیشتر و الان خبرهای و تحقیقاتی که هست چند برابر این رو نشون میده، به اصطلاح خودش تلاش کرد با رئیسی این رو خاموش بکنه یا در بیاره، یا با کرونا و کلان کشتاری که در واقع از کرونا از مردم ایران گرفت، این قیام رو در واقع زمینگیر بکنه و بتونه به عمر خودش ادامه بده. اما یک طرف اون اعتراضات اجتماعی که ادامه پیدا کرد و الان همه دوستانی که تماس گرفتن در حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان میهنمون صحبت کردن، و یک طرف هم در حقیقت خود کانون‌های شورشی بودن که در اینها طی این مدت، یعنی از فردای قیام آبان 98 و به خصوص بعد از اینکه خامنه ای از کرونا خواست استفاده بکنه برای بقای حکومتش و زمینگیر کردن مردم، تمام مراکز این رژیم رو در واقع مورد هدف قرار دادن و در برابر اون جنایت وحشیانه کشتار جوانای کشور آتش جواب آتش بودن، مراکز رژیم رو به آتش کشیدن. این هم از ویژگی های دیگه در واقع این استمرار قیام بود که اومد تا رسید به این نقطه تحریم سراسری انتخابات، و ما شاهد بودیم و الان هم یکی یکی این عزیزان گفتن و حتی در قم که پایگاه رژیم به اصطلاح اینطوری تبلیغ میکنه، میبینیم که مردم در اونجا هم تحریم کردن و خبرنگار سیمای آزادی همین الان تصویرش رو نشون میدادید چقدر دقیق نشون میداد از مراکز رژیم که در واقع هیچ کس شرکت نکرده در انتصابات رژیم، انتخابات رژیم که به خوبی گفتن انتصابات. بنابراین یکی دیگه از ویژگی ها همین این برجسته شدن نقش کانون های شورشی و خط مشی مبارزه قهرامیز با این رژیم هست که اینطوری در بیان این هموطنانمون جاری و ساری شده. بله، تشکر میکنم آقای میرداماد. تصاویری میبینیم از شورشگران، کانونهای شورشی قهرمان و اعلام حاضر حاضر اونها برای ادامه مسیر پیروزی مردم ایران. تصاویری میبینیم، برنامه رو با هم ادامه میدیم. خطاب خامنه ای ملعون میگم: ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، برادر اسم من را هم بنویس، حاضر و آماده ایم. برادر مسعود، اسم مرا مؤسسان پنجم صف کن. خطاب به خامنه ای پلید میگم: ما زن و مرد جنگی، بجنگ تا بجنگی. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، خواهرم مریم، اسم منو در مؤسسان پنجم بنویسید. حاضر، حاضر، حاضر. برادر مسعود، اسم مرا برای مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویسید. مؤسسان پنجم آماده تهاجم. حاضر، حاضر، حاضر. پنجم آماده تهاجم. مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد رجوی. رأی ما سرنگونی. من یک کانون شورشی هستم که مشتاق آزادیم. برادر مسعود عزیز، نام را در مؤسسان پنجم بنویس. حاضر، حاضر، حاضر. حاضر، حاضر. من از خطه قهرمان پرور میرزا کوچک خانم. از شما درخواست دارم که اسم من رو هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ملی ایران
ثبت نام کنیم. ما زنان قهرمان ایران زمین آماده جنگ و نبردیم. حاضر، حاضر، حاضر. ارتش آزادی بخش ملی برادر مسعود، اسم من را در مؤسسان پنجم بنویس. مرد بر خامنه‌ای، مرد بر رئیسی. حاضر، حاضر، حاضر. درود بر همه مجاهدین. برادر مسعود عزیز، فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران، آماده و حاضر به جنگم. حاضر، حاضر، حاضر. فرمان بده فرمانده. حاضر، حاضر. برادر، پیامت را شنیدم. در مؤسسان پنجم اسم من را هم بنویس. فرمانده آماده. برادر مسعود، اسم مرا در مؤسسان پنجم بنویس. خامنه ای، ما زن و مرد جنگیم. بجنگ تا بجنگیم. حاضر، حاضر، حاضر. بله، تصاویر بسیار انگیزاننده ای بود از هموطنان عزیزمون. ادامه میدیم بحث و گفتگوی برنامه ساعت وصل این هفته رو. آقای میرداماد، ما نه تنها شاهد یک تحریم گسترده در روز انتخابات بودیم، همونطور که اشاره کردم هموطنان عزیزمون که بسیارشون هم خودشون در صحنه بودن و برای دادن گزارش از حوزه های به اصطلاح رای گیری اقدام و تلاش کردن و تصاویرشون رو فرستادن، یک بار دیگه سوت و کوری و بایکوت مردم ایران در این نمایش انتخابات رو افشا کردن به قول شما. بله، عرض کنم که این پدیده این نیستش که به این سادگی در واقع بشه رفع بشه، به دلیل اینکه در حقیقت برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حاکمیت مردمی، باید دیکتاتوری نفی بشه. نفی دیکتاتوری هم الزامات و ابزار خودش رو میخواد، که در حقیقت این خبرنگاران سیمای آزادی، این عزیزان و جوانان قیام آفرین، این زنان و مردان دلیر و شورشگری که الان بخشی از تصاویرشون رو دیدیم، اینها حقایق برخواسته از همین این شرایط عینی جامعه ما هستند. یعنی اینا پیامشون این هست که روی صحبت ما با رژیم، این رژیم اگه یادتون باشه میگفتش که خامنه ای در همه ابتدای امسال میگفت نباید بذاریم انتخابات دو قطبی بشه، یعنی مثلا بین رئیسی و یکی از همین باندای خودشون، در حالی که این انتصابات رژیم به طور واقعی دو قطبی واقعی جامعه ایران رو نشون داد. نشون داد که دو تا قطب بیشتر جامعه ایران نیست. یکی یک رژیم دیکتاتوری قرون وسطایی که با دغلبازی و حقه‌بازی و شارلاتانبازی تلاش میکنه که خودش رو آمارسازی بکنه، تازه اون رو هم نمیتونه و لباس مشروعیت بپوشه با آمارسازی که تازه نتونست خودش رو حتی به نیمه مردم برسونه. یک طرف هم اکثریت مطلق مردم ایران هست که خواهان نفی این رژیمه، سرنگونی این رژیمه و میخواد برای عدالت، آزادی و حاکمیت مردمی و برابری و همون چیزهایی که در ده ماده‌ای خواهر مریم رئیس جمهور برگزیده مقاومت بیان شده، فرصت‌های برابر، رفع تبعیض جنسیتی، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی ملیت‌ها و قومیت‌های کشور و همه اون به اصطلاح ارزش‌های برآمده از انقلاب ایران و بعد هم تکامل یافته در مقاومت ایران، اینو مردم ایران میخوان. مردم ایران شایسته یک حاکمیت مردمی هستن، یک زندگی شرافتمندانه با عدالت، با رفاه اجتماعی و با آزادی. بنابراین چنین حاکمیتی رو نمیخوان. هر چی تلاش بکنه این رژیم، الان ببینید از اون هفته تا الان هر کاری که این رئیسی دهنشو باز کرده علیه خودش تموم شده. اومد یک
فیگور بگیره، مثلا یه تعدادی زیادی دور میکروفون گذاشته بودن جلوی رئیسی که مثلا این چه شخصیتیه، دهنشو وا کرد، همه فهمیدن که این فردیست نادان، نفهم و اصلا فقط به خاطر جلادیش اووردنش. بلافاصله بحث سال 67 مطرح شد. بعد اومد سال 67 و ماسمالی بکنه، دو مرتبه بیشتر از اون قبل فسادش رو اومد. دم از فساد میزنه، مبارزه با فساد میزنه، کسی که خودش در مرکز فساده، چاقو که دست خودش رو نمیبره. الان به خوبی هموطنمون از رشت داشت بیان میکرد چطوری این فردی که غرق در فساده و خودش ام الفساد هست، این بخواد برای رفع فساد در ایران کاری بکنه. پس بنابراین این انتخابات یک خطی رو بیان کرد، بیان کرد که مردم ایران دنبال یه خط دیگه هن، یک مشی دیگه هن، یک حاکمیت دیگه ای هستن، اونو میخوان بیارن سر کار. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که در حقیقت این انتخابات سرفصلی شد، تغییر دورانی شد. اشاره کردن الان بعضی از دوستان عزیز که تمام شرایط بعد از این اووردن رئیسی جلاد از صندوق بیرون توسط خامنه‌ای با قبل از اون بسیار متفاوته، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بیرونی. امروز همه اون باندهای که با ترفند اصلاح طلبی و در میانه این رژیم کاری بکنن و اینا همش رو شد و همشون مجبور شدن برن کفش رئیسی رو لیس بزنن، رئیسی جلاد قتل عام سال 67 که دیگه ننگ و نکبتش عالمگیره. اینا یه طرفن، یه طرفن مردمی هن که الان میبینیم گروه گروه اعلام آمادگی برای مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش میکنن، اعلام آمادگی برای کانون‌های شورشی میکنن، اعلام همبستگی با همه اعتراضات و اعتصابات کارگران، بازنشستگان، مالباختگان، نمیدونم دامداران و همه کسان. اصلا این رژیم کسی رو باقی نداشته که در واقع حامی این رژیم باشه، همه اقشار جامعه رو زخمی کرده و ازش منزجرن. بنابراین شرایطی که ما درش قرار گرفتیم و چقدر خوب این دوستان ما توضیح دادن در تغییر دوران و شرایطی که عوض شده، دستورالعمل برای همه ما میذاره وقتی شرایط عوض میشه. من یادم هست در زمان شاه وقتی شرایط عوض شد، هر جوان ایرانی و هر خانواده ایرانی، حتی هر پدر مادر ایرانی در برابرش یک حرف بود، چه کار کنه که این رژیم شاه زودتر سرنگون بشه. به همین خاطر شاهد بودیم اگه میتونست میرفت در تظاهرات، اگه میتونست میرفت کوکتل پرتاب میکرد، اگه میتونست میرفت تجمع ایجاد میکرد، یک تشکلی ایجاد میکرد، هر کی با هر وسیله‌ای با هر کاری که میتونست بکنه رفت برای جنگیدن با شاه. الان هم شرایط فراهم شده، همه دیدن به چشم که آقا این رژیم هیچ بوته‌ای نداره، هیچ پایگاه اجتماعی نداره، فقط و فقط با دروغ و دغل داره خودشو نگه میداره و سرکوب. برابر این همون کاری که الان این خواهران دلیرمون نشون دادن که چگونه با شورشگری در برابر این رژیم میستن و پاسخ این رژیم رو همون آتش جواب آتش میدن. این اون چیزیست که به نظرم میشه گفت در مجموعه این یک هفته از نظر مشی سیاسی و کاکل سیاسی این دوران برای همه ماها و همه مردم ایران و همه مردم جهان خودشو نشون داد. بله، بسیار متشکرم آقای میرداماد از شما که همراه ما بودید و همینطور هموطنان عزیزی که تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو در مورد شعبده انتخابات رژیم و طرد این همین شعبده و هم خود رژیم توسط مردم رو یک بار دیگه مطرح کردن. برنامه ساعت وصل رو همراه با شما به پایان میبریم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدار همه شما باشه.